بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنعداهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، عزاداران آقا عبدالله حسین علیه السلام و بینندگان برنامه سرزمین عشق. یک بار دیگه به لطف خدای عزوجل و به لطف و کرم آقا عبدالله حسین علیه السلام از استدیوی شبکه امام حسین علیه السلام و کنار حرم باصفای سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام در قالب برنامه سرزمین عشق در خدمت شما هستیم و انشالله امید داریم آنچه در این برنامه مورد گفت و شنود ما و شما قرار میگیره مورد رضای آقا بقیت الله صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. اجازه بفرمایید قبل از اینکه مقدمه برنامه و بحث قابل ارائه امشب رو خدمت شما مطرح بکنیم، به رسم ادب خدمت کارشناس عزیز و ارجمند حاجای فاضل عرض احترام داشته باشم و سلام بکنم خدمتشون و انشالله با حضورشون این برنامه رو تقدیم شما بکنم. حاجا سلام عرض خدمت شما، وقت بخیر باشه. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان هستم. خدا حفظ میکنه انشالله. حاجا ما این دفعه دومی هستش که در خدمتتون هستیم. سری قبل با مجموعه‌ای یعنی سرشار از معارف اهل بیت اصالت و طهارت در خدمتتون بودیم، باعث افتخار ما بود و بینندگان عزیز هم بسیار بسیار استقبال کردن. الحمدلله در این ایام که ایام سوگواری آقا عبدالله حسین علیه السلام هست، باز هم در خدمتتون هستیم. رسم برنامه رو که مستحضر هستید، ما به رسم ادب با صدای گرم شما ان شاء الله، خود شما ان شاء الله عزیزید زائر آقا امام حسین اصلا باشید به همراه بینندگان عزیز و ان شاء الله بعد بحث اختیار شما. یا الله یا حسین. بفهمید السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا قمر بني هاشم، السلام عليك يا ساقي العطاشة، السلام عليك يا أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا عبدالله الحسین علیه السلام، کربلای معلا به سرزمینی غیر از اون چیزی که در روزهای عادی هست تبدیل میشه. همواره سرزمین کربلا مورد توجه موالیان و شیعیان آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بوده، ولیکن به صورت خاص و اخص در دو ماه محرم و سفر این سرزمین یک حال و هوای دیگه‌ای به خودش میگیره. زائران آقا عبدالله حسین علیه السلام نه فقط شیعیان بلکه از سایر ادیان و مذاهب هم هستند و نه فقط از عراق بلکه از سایر کشورها و قاره‌ها هم برای زیارت آقا عبدالله حسین علیه السلام سر از پا نمی‌شناسند و هر نحوی که شده خودشون رو به کربلا میرسونن. نگفته نمونه که بحث زیارت آقا امام حسین علیه السلام موضوع بسیار بسیار مهمی است و از همین رو هم هستش که انشالله در این چند جلسه که در خدمت آقای فاضل هستیم همین موضوع رو برای بحث این شبها
در نظر گرفتیم. تا ببینیم اصل و اساس موضوع زیارت جدای از بحث دینی اون چی هست و در فرهنگ‌های مختلف به چه معنایی، اصلا به زبان عربی به چه معنایی هست، و بعد از اون وارد جنبه دینی و مذهبی اون بشیم و مسئله زیارت رو بیشتر موشکافی کنیم. حاجی فاضل در خدمتتون هستیم، ان شاءالله استفاده می‌کنیم. خدا رو شکر که توفیقی بود خدمت شما و عزیزان باشیم. مطلبی که بیان کردید در واقع من هم باز تکرار کنم در قالب سوال که مشخص باشه. اون چی که من متوجه شدم اینه که میخوایم بگیم که زیارت در لسان عربی خود کلمه زیارت و مصادیق زیارت به چه معنا بوده، بعد وارد مفهوم دینیش بشیم. و این خیلی سوال اساسی است. چرا اساسی است؟ به جهت اینکه بعضی ها بدون توجه به معنا و مفهوم کلمه زیارت وارد مباحث زیارت شدن، نتیجه غلط گرفتن. یعنی اینقدر اساسیه، یعنی مفهوم رو درست متوجه نشد، عمل رو عین ما بقیه افراد انجام دادن ولی نتیجه چون وقتی مفهوم متوجه بشید مصادیق رو میفهمید، ولی اگه مفهوم متوجه نشید گاهی اوقات مصادیقی رو انجام میدید که گمان میکنید زیارت است ولی از نظر شرعی زیارت نیست. درست، گرچه ممکنه از نظر لغت زیارت باشه. لذا گفتم اساسی است. یعنی ما در همه مباحث، من توصیه میکنم به اهل فن که در همه مباحث فقهی، مباحث اصولی، مباحث اخلاقی، مباحث مخصوصا اعتقادی توجه به کلمات و لغات عرب با توجه به اون زمان، چون الان تغییرات ایجاد شده متاسفانه و این با اشعار عرب، اشعار زمان جاهلیت، حالا ممکنه متن شعرها قشنگ نباشه ولی لغتی که به کار رفته استفاده میشه که میبینی چه مفهومی داره، و روایات معصومین و خود آیات قرآن کریم، خود اهل بیت فهمیدن که ما قوم فصیحی هستیم. درست. رسول الله فهمیدن من از همه عرب فصیح دارم، و اهل بیت فهمیدن ما اونقدر فصیحیم که کلمات ما رو اعراب بذارید. یک فتحه یا کسره ممکنه معنای معنا عوض میشه و امام یک تسلط کامل بر همه خلقت دارن و تسلط به این کلمات دیگه برای امام چیزی نیست و یه چیز طبیعی است. لذا این یک قاعده است و از این سوالی که پرسیدی تشکر میکنم. ببینید کم این سوال رو میپرسن، همین که زیارت چی؟ بریم زیارت. کجا زیارت بریم؟ چه جور زیارت؟ زیارت چقدر ثواب داره؟ کدوم زیارت ثوابش بیشتره؟ نه. الان زیارت این معصوم بریم یا اون معصوم بریم؟ از این سوال‌ها، همه اینا سوالای خوب و در جایگاه خودش و واقعا سوالای اساسی است که باید جواب داده بشه. ولی گاهی خود می‌بینیم جواب‌ها درست نیست، چون از ریشه نیومده. درست. باید اول لغت عرب، چون قرآن کریم نازل شده به لسان عربی مبین. خب پس این قرآن دیگه، و خود اهل بیت هم فهمیدن ما قوم فصیحی هستیم و افصح عربیم، از ما فصیح‌ترم نیست، و اونقدر کلمات و حروف حتی در جایگاه خودش هست که حضرت فهمیدن میتونید با راحتی خیال اعراب گذاری کنید، یعنی خیالتون راحت باشه، میگه از این فصیح‌تر نمیشه. لذا این بی‌توجهی به لغات کار دست عده‌ای داده. بله. من نمیخوام واردش بشم چون از بحث ما خارجه، تو بحث‌های مختلف فقهی و اصولی این کار دست افراد داده، تو مباحث تفسیر قرآن بله کار دست افراد داده، رفته مثلا یه روایتی رو دیده، آیه رو توضیح داده ولی لغت اون آیات اصلا توجه نکرده و نتونست ارتباط رو ایجاد کنه، یا به عربی امروز ترجمه کرده یک معنای کاملا متفاوت زیاد داره به عربی امروز، در حالی که هزار خورده سال گذشته تفاوت‌ها فراوانه. و حتی من میتونم بگم عربی امروز غیر از در بعضی از نواحی، اونم نواحی خاص دیگه، تفاوت‌های خیلی زیادی با عربی اون روز داره و ما باید حتما ملاحظه بیشتری بکنیم. اما درباره زیارت بینید، زاره مثلا گفته می شود تو رو من زار المؤمن، ما از این عبارات ها فراوان داریم، کسی زیارت کند مؤمنی را،
درست؟ بله. چنین و چنان ثواب داره. خب زاره از کلمه زوره میاد. عرب به دیداری که از روی علاقه و میل باشه میگه زیارت. بله. این از لغت. یعنی اگه طرف رفته با اون دیدارش که با اون دعوا کنه، اینو نمیگن زیارت. رفته زیارتش بکنه. رفتم زیارتش کنه. رفته حسابشو بده. عرض کنم که رفته طلبشو وصول کنه، دعوایی هم نداره. اینو عرب بهش نمیگه زیارت. نه. یعنی هر جهتی غیر از این. مثلا میگه التقا به، مثلا التقا به شاهد او رأیت او، زیارت نمیگه. و لذا این خیلی اساسیه، میگم اساسیه، هر چقدر جلوتر برین تو بس این یعنی یه جنبه محبت بین زائر و مزور بایست باشه، باید باشه و این زیارت عرب بهش زیارت میگه. حالا این محبت ها رو کم با توضیح بده. درست. بنابراین کسی که زیارت میکنه کسی زائره که مزوره دیگه. عرب به دیداری زیارت میگوید که این دیدار از روی میل باشه، از روی علاقه و محبت باشه. اگه غیر از این بود یک لغت دیگه استفاده میکنه، زیارت نمیگه، کلمه زیارت به کار نمیره. این یک چیز اساسی است تو فهم آیات، تو فهم روایات. در بعضی از روایات یک مقداری بعضی مطالب نیاز به جمع بندی داره. این کمکتون میکنه که وقت خودش اگه برسیم عرض میکنم که کمک میکنه. همین معنای لغوی راه رو به ما نشون میده به جان بفهمیم چی میخوایم داره چیکار میکنه. بعد میبینیم مثلا میره از روی میل یک شخصی رو زیارت میکنه، علاقه هم داره. عرب از در لغت بهش میگه زاره. خب ولی این شریعت میگه تو حق نداره اونو دوست داشته باشی، چون زیارت دیدار از روی میل رو عرب میگه زیارت دیگه. درسته. وقتی شارع مقدس میگه تو حق نداری اینو دوست داشته چون مشرکه، پس داره به شما میگه تو حق زیارت او رو نداری. نداری یعنی دقیقا بند مسئله حکم فقهی ازش فقهی در میاد. بله. حق زیارت او رو نداره. دیدارش حالا برای امور اقتصادی، حتی تقیه، حتی مثلا مسائل دیگه ای که هست، یعنی از رو میل قلبی رفتی دیدار او، تو از دایره شریعت خارج شدی. چون کسی رو دوست داری که خداوند میفهمد او رو دوست نداشت و لایق دوستی هم نیست، یعنی خاره. تو باید گل رو دوست داشته باشی، این لایق دوستی نیست. این مباحث فقهی عوض میشه. و آیات قرآن قابل فهم میشه، روایات قابل فهم میشه. بعد مسئله این که کسی که زیارت میکنی حالا اون شخص فرض کنی ولی خدا باشه. بله. خب بعد میبینی که ثواب زائرین یکسان نیست. بله. خب وقتی زیارت رو فهمیدید از روی میل هست، از روی علاقه است، از روی محبت است، اون وقت طرف متوجه میشه که این محبت هر چقدر بیشتر ثواب اون زیارت چیه؟ بیشتر. یعنی متغیر ثواب اینجا میشه مقدار محبت. یکی از متغیرات که اساسش اینه، چیزای دیگه هم بعد اضافه میشه. یعنی مفهوم میشه آیات برای ما، روایات برای ما مفهوم میشه، خیلی ساده هم میشه وقتی درست وارد بشیم. بله. ریشه ای وارد بشیم واقعا ساده میشه. وقتی میره مثلا از بسد وارد میشه، یک روایتی رو قبلا مبانی اهل بیت رو نمیدونه، مبانی لغت عرب رو نمیدونه، یک باره وارد قصه میشه، 100 تا سوال براش ایجاد میشه. بعد کم کم میبینیم که یک جیان هایی رو فتوا میده، حالا اهل فتوا هم نیست ولی میدن دیگه، و میبینیم که کم کم میبینید به شما اهم میکنه به قول خودشون زیارت کسانی برید که اصلا خدا فرموده سراغشون نرید. یعنی به این محبت و مودت مشکل اساسی و فاجعه است. و به این شکل دینشو از دست میده. درست. ایمانشو از دست میده. ما در روایت داریم کسی زیارت صوفیه برود حیان و میتن زیارت شیطان رفت. امام صادق علیه السلام ببینید زیارت رو باید درست در محل خودش قرار بدیم. لذا اون مفهوم لغوی ما رو هدایت میکنه به فهم سخن معصوم. دیم. اون مفهوم لغوی رو نمیتونیم کنارش بذاریم، به این لسان نازل شده و نمیخوایم بگیم مفهوم عوض شده. مفهوم عوض نشده، بله. زیارت یعنی دیدار از روی محبت، محبت و میل. مفهوم عوض نشده، شاید نیومده مفاهیم عوض کنه. بلا مثلا باید بگیم قرآن هیچ کس نمیفهمه، روایات هم هیچ کس نمیفهمه، بس برای چه بیان کنن؟ یعنی باید بریم دنبال مکاشفه و کشف شود دیگه، چون عبارات مفهومی ازش متوجه
نمیشه. بعد میگه خب کلمات معصومین میاد اینو توضیح میده، خب اون کلمات هم کسی نمیفهمه، اگه اونو نمیفهمیم اینم نمیفهمیم. یعنی راه بسته است، باید بریم سراغ. حالی که اینطور نیست، اینطور نیست واقعا اینجور. رضا خیلی خوشحال شدم، ممنونم از سوالتون که از لغت شروع کردید، از این که اصلا از ذره لغت در لسان عربی زمان پیامبر، چون قرآن در اون زمان نازل شد و اهل بیت در اون عصر بودن و بالاخره وقتی اهل بیت صحبت میکنن به لسان عربی مبین و اون زمان اینو میفهمیدن. اگه قرار باشه باز اونم بخوان توضیح بدن که دیگه نمیشه که. و اهل بیت ما هم توانمندترین افراد در القاء مطالب بودن، یعنی کامل مسلط به لغات، به کلمات، به زبان عربی، و اونقدر جملات از نظر مطلب با اینکه کوتاه بود پر بود از مطالب که برای آینده ها هم چیزی گذاشتن. یعنی اون کسی که اونجا بود همه چیزایی که کلیتی که میخواست دریافت کنه دریافت میگرد. بله. یعنی اونقدری که باید القا بشه مطلب بفهم، ولی اونقدر این کلمات و این جمله پره مثل دریای عمیقه که باز این نسل‌های آینده، باز نسل‌های آینده، نسل‌های آینده از همین مطلب بیشتری که از ظرف فهمیشون بیشتر باشه میشه. باز هم بیشتر حذف هم رو به حامل فقهن الا من هو و افقه من. مثلا این جمله فقه یعنی کلمات اهل بیت، کلمات اهل بیت برد به نسل‌های بعدی او بهتر فهمید. خب وقتی او بخواد بهتر بفهمه باید خود این متضمن اون مفاهیم باشه که فهمیده بشه. لذا فهمیدن کلمات ما مثل قرآن جرفه ده. شما حالا یه نفر میاد تو دریا فیض میبره، یکی شنا میکنه فیض میبره، ولی یکی قواسه خیلی میره لؤلؤ جواهر، یعنی ادامه بعدم لؤلؤ جواهرش هم تمام نمیشه. لذا من این توصیه دارم به عزیزانی که توی مباحث خودشون وارد میشن، خودشون بعد القای مطلب میکنن، این مطلب رو با دقت بیشتری گوشن، چون واقعا اگر اینا لحاظ نکنیم گاهی اوقات برداشت های ما غلط، یک شریعت جدید ایجاد میشه بدونی که بدانی. خب پس زاره از زبره میاد، زبره یعنی دیدار از روی میل و علاقه. بعد میبینیم شارع مقدس میاد میگه که کجا باید زیارت کنی، یعنی کجا با دیدارت از روی میل و محبت باشه. محبت باشه. بعضی جاها رو خداوند خط میزنه میگه ولو فامیل توست، آیه داریم ولو فامیل توست، ولی پدر توست حتی خب، ولو مادر توست، ولو برادر توست، عشیری توست، قوم توست، ولی دشمن خدا و رسوله با. تو حق نداره رو دوست داشته باشی و به زیارت هم نباید بری. زیارت یعنی دیدار از روی میل نباید باشه. گاهی اوقات پدر مادر صله رحم میکنه، یعنی دیدارش میره بهش هم میرسه، چون یک احکام خاصه دارن. ولی این بزارف. چون رو میل نیست، این زیارت نیست، حساب نمیشه، زیاد نیست، یعنی از یک باب دیگه ممکنه سراغ او برود، ولی چون میل نداره، چون مشرکه به اون میل نداره. نه. ولی دستور شریعت این که بابا و پدرت اگر مشرک بود بهشون برس، دیدارش هم برو، ولی این دیدار از روی میل نیست، زیارت حساب نمیشه. یک تکالیفی داریم و خب بالاخره ما داشتیم سران کشورها مثلا به ملاقات هم میرن، ملاقات های سیاسی است، حتی ممکنه دو طرف دشمن هم باشن. بله. چون همه دنبال مسائل خودشونن. عرب بینا زیارت نمیگه، ولی گاهی اوقات لازم این دیدارها واقع بشه اون جای خودش. بله. ولی من میخوام بگم این دیگه زیارت نیست، یعنی اگر دیدار کسی برود از روی میل و علاقه که حضرت حق ائمه معصومین قرآن کریم شریعت مقدس فرموده نباید او رو دوست داشته باشی، نباید او رو علاقه داشته باشی، این اگر لازم هم هست به یک جهتی ها تقیه یا هرچی دیدار او برود، باید محبت او رو حذفش کنه، روی مصالح یا دستوری که هست بره، رو علاقه بره، کسی رو دوست داشته که دوستی او شرکه، ایمانش از دست داده. حالا یه وقت شرک جلیس که اصلا فاتحش خونده است از اسلام کلن، یه وقت شرک خفیست، در بعضی موارد شرک جلیس، بعضی موارد شرک خلیس، هر دو به هر حال بده دیگه، یعنی منفیست. لذا ثمره عملی داره، در تقواها تأثیر داره، و بعد اینکه ما مردم عام به دیدار میکنیم، خب دیدار هر وقت میگیم علل قاعده توش تو فهم عمومی محبت علاقه با. است، بعد این رو بهشون توضیح بدیم و این خیلی مهمه. اگر بدون توضیح طرف میکنه یک شخصی
محبت اغیار در دلش هست، محبت مخالفین اهل بیت در دلش هست، یا خودش از مخالفی. بعدم میگه من رفتم زیارت دیگر اون فلانی. میگه زیارت یعنی چه؟ یا علاقه داشتیم رفتیم دیدین میشون. این علاقه تو شرکه و این دیدارت هم شرکه. حالا در انتخاب کلمات و واژگان بالاخص افرادی که در رتبه های حساسی هستن باید بسیار بسیار دقت بکنن. خیلی دقت داره و این واقعا حساسه. و من هر چه جلوتر بریم در موقع خودش به اذن پروردگار این مصادیقی رو میگم انشاءالله که مشخص بشه. اما در دایره شریعت چیه؟ اجازه بدید من قبل از این که در دایره شریعت که زیارتی که شارع میخواد، یعنی مفهوم عوض نشده، شارع هم میگه همون کلمات عربی است، دیدار از روی میل است، ولی خب به چه کسی باید میل داشته باشی؟ به چه کسی باید علاقه داشته؟ اینو شارع ماشم میگه به این اینها رو دوست داشته باش، اینا رو دوست نداشته باش. بنابراین اون کسی که فرموده است دوست نداشته باش، یعنی تو حق زیارت او نداری. یعنی ولی ملاقات، مسائل سیاسی، مسائل تقیه، اونا هست و اسمش دیگه در شریعت زیارت نیست، اگر دستوری داشته باشه بود عمل کنه. خب ببینید در دایره شریعت من یه مقدماتی رو عرض کنم، فکر کنم برای این چند شبی که محضر عزیزان هستیم در هر شب این نیازه. در واقع ما یک مسئله اسلام داریم، بله، یه مسئله ایمان داریم، درست. در این که ایمان بالاتر از اسلام است شکی نیست. اینو در قرآن هم بله، در قرآن سوره حجرات هست، ربات هست. حالا اگه درست توضیح بدن، همون هم بعضی بد توضیح دادن. من کتب عامه رو نگاه کردم دیدم درست توضیح ندادن. ببینید ایمان یه چیزی بالاتر از اسلام، یعنی هر کسی مؤمن است، مسلمان هم هست، ولی اینجور نیست که هر کی مسلمان بود مؤمن هم باشه. بین اسلام و ایمان تفاوتهایی وجود داره، پس احکامش هم طبیعتاً فرق میکنه. متاسفانه در مسائل فقهی ما، گرچه من سعی کردم تو مباحث فقهیمون واردش کنم، اون درسای فقهی که ما رفتیم خیلی این مسئله بهش پرداخته نشده الا جزئی، مثلا تو بحثای خیلی جزئی، مثلا تو بحث غیبت که غیبت مسلمان حرام یا غیبت مؤمن حرام، یعنی پرداخته شده ها، یعنی توجه داشته که احکام اسلام با احکام ایمان متفاوت. ولی خیلی وارد شدن. خدا رحمت کنه، ما درس آیت الله میرزا علی فلسفی میرفتیم، حدود 17 سال فقه اصول خدمتشون بودیم، ایشون شاگرد آیت الله خویی بودن، کاملا یادمه، البته درس های فقه دیگران هم عزیزان رفتیم، اونام همینطور، یادمه که ایشون در طی چند جلسه اثبات کردن غیبت مؤمن حرامه نه غیبت مسلم. آیه هم هست، آیا دوست دارید گوشت برادر برادر مؤمن تو برادر اخ اومده بح. اثبات کردن اخ در مؤمنه نه در اسلام، نه در اسلام. و ادله و برهان و خیلی ها موافق این جریان قرار از این که میبینیم فرق کرده، ولی اینو خیلی بها ندادن. خیلی هست تعداد احکام ایمان و اسلام متفاوته که به بخشش اشاره میکنم ولی توضیح نمیدم چون بحث ما بحث زیارته. یکی از اون جاهایی که متفاوته بحث زیارته، یعنی مجموع آیات روایات رو کنار هم میذاریم به طور واضح و روشن مشخص میشه اون چه که ما بهش اهم شدیم زیارت مؤمنه نه زیارت مسلم. یعنی تا مسلمی به درجه ایمان نرسیده ولو لازم باشه آدم به دیدارش بره روی جهتی، ولی از روی میل و علاقه نباید بره دیدارش، یعنی زیارتش حرام میشه. یه چقدر فرق میکنه؟ ما زیارت مؤمن امر شده، زیارت مؤمن. لذا اینجا نیاز داره که یک مقداری، من خیلی ها میشنون الحمدلله خیلی اهل مطالعن و این یک سرنخی میشه براشون که احکام اسلام و ایمان رو بیشتر روش کار کنن. من اشاره میکنم برای سرنخ ها ولی خیلی وقت میخواد. یکی از چیزهایی که به نظر من مقفوله، بهش توجه نشده در فقه ما، لااقل من از فقها و در کتب ندیدم، لااقل من ندیدم، اینه که توجه نکردن که احکام اسلام با احکام ایمان خیلی موارد
تفاوت زیاده. یکی که از چیزایی که توجه نشده این که احکام اسلام رو ظاهره، بله، احکام ایمان رو باطنه، باطنی هستش. این خیلی کم توجه شده. یعنی یک سر میگن رسول الله با مسلمان ها بر اساس ظواهر عمل، راسته، بله قبول داریم، با مسلمان ها، یعنی شخصی میومد رسول الله علم غیب هم داشتن، متوجه هم بودن، ولی از سوی خدا امر شده است اگه کسی کلمه شهادت این رو گفت بپذیرید دیگه، وارد اسلام شده، این مسلمان. حکم اسلام داره، ولی میدونن این منافقه، این اومده حکومت رو بگیره، اومده دسیسه کنه، یا اصلا به هر حال به هر جهتی رسول الله این میدونن. چون خود ثبوت اسلام بر اساس ظاهره، بله، احکام بار شده شن بر اساس ظاهره، ولی احکام ایمان این نیست آجان، اصلا نیست. یعنی بنابراین عذر میخوام، رفتار آقا رسول الله، رفتار اهل بیت با شخص مسلمان مطمئنا باید متفاوت باشه با شخص مؤمن. خیلی متفاوت، که ما میبینیم اتفاقا در گاهن اشخاصی میومدن خدمت اهل بیت اسلام و تعالی مثلا ادعا میکنن که ما شیعیان شما هستیم، روزها پشت در میمونن تا بعدش اجازه بود بگیرن. بله، بله داشت. حالا اون جهت تربیتی هم داشت. بله بله. آقای اومدن در خانه امام رضا علیه السلام. انشالله به اونها هم اگر لطف خدا باشه برسیم، خیلی عالی. نکته خیلی ظریفی رو اشاره کرد، من فقط اینو که بیان کردم که همین مطلب شاید که در ساعت 5 دقیقه 10 دقیقه بیان فرمودید بابهای بسیار زیاد رو باز میکنه که آدم متوجه میشه واقعا داره چه اتفاقی میفته در رفتار اهل بیت. رضا، بخشی از صحبت های ما برای اهل فنه که حتما میشنون، سالها کار کردن به این نکات، یک کمی توجه کمی شده، انصافا اینجوریه. بله. و من دست همه کسانی که اهل ولا هستند و اهل تحقیقند و صفای دل دارن میبوسم، اون چیزی که به نظر میرسه تقدیم میکنم. خدا حفظ. ببینید عزیزان، اینو بیشتر توضیح میدم چون در مباحث خیلی مهم. کسی که شهادت این رو به زبان جاری کنه و ظواهر اسلام رو رعایت کنه، خب این ظواهر اسلامه. بله. ما هم به حکم ظاهر باش رفتار میکنیم، انشالله مسلمانه، ولو که بدانم، ولو علم غیب داشته باشم کافر مشرکه و این منافقه، ولی طبق دستور تا ظهور امامزان اینه، من به ظاهر عمل میکنم، اینه حکم اسلام. یعنی خونش دیگه ریخته نمیشود، ذبیحش خورده میشه، با زن مسلمان میتونه ازدواج کنه، اگه مرد تو قسمت مثلا قبرستان مسلمان ها دفن میشه، یعنی از ظواهر اسلام برش جاری میشه. ولی اگر همین شخص و رسول الله ببینن نه، باطنش کفره، نفاقه، گرچه ظواهر اسلام رو برش جاری میکنن، ولی چون باطنش کفره و به ایمان نرسیده، تو بحث ایمان به باطن عمل میکنن. مثال هم میزنه. لذا تو مسئله ایمان امر به باطنه، چون امر باطنه حکمش هم به باطنه. اسلام ظاهرش همون با ظهور، با همون چیزایی که ازش ظاهر میشه، آشکار میشه، ولو که واقعی هم نباشه، ما هم بر همون اساس اینه. بنابراین مسلمان به محض کسی مسلمان شد، یک سری حقوق براش میاد. بله. یک سری حقوق میاد، نه همه حقوق. باید امتحان ایمانشو بده تا یک حقوقی هست که اضافه بشه که اونها شایسته مؤمنه، شایسته مسلمان نیست، مثل زیارت، مثل حب، مثل نصرت. لذا می‌بینیم که رسول اکرم در سیر اولیه خودشون وقتی کسی از دنیا میرفت، خب اسمش مسلمان بود. خیلی ها داشتیم صدر اسلام که اگه خواستین حالا بعضی از اینا نام ببریم، یک کمیش هم میگیم، که خیلی پیامبر رو اذیت میکردن، خیلی در جنگ ها بهانه گیری میکردن، شرکت بعد میادن توبه میکردن، میگفتن ما مال میدیم، آیه نازل شد که مالشون هم نگیر، اینا چه و چه و اینها، و حتی توبه اینا نپذیر بعضی موارد، بعد باز اصرار میکردن، خیلی بودن دیگه. و افراد که میمردن، خب تا آخرم هیچ وقت نمیومد رسما بگه من خدا رو قبول ندارم رسول الله، یعنی اکرام اسلام جاری میشد، ولی رفتارهاش طوری بود که مشخص بود که ایمان اسلامش واقعی نیست، یعنی ایمان نداره. این یک، یعنی رفتارهای او در یک تصریح نمیکرد بگی من خدا رد میکنم، رسول الله رد قرآن، وقتی میگفتی میگم قبول دارم از شما بیشتر، ولی رفتارهاش نشون میداد. و وقتی رفتارها یک طوری باشه که عقلای عالم از این برداشت کنن که این ایمان باقی نداره، یعنی مسلمان هست، احکام ایمان برش بار نمیشه. کلام میاد علاوه بر اینکه خود رسول الله علم غیب داشت، اینم که هست،
لذا می‌بینیم سیره رسول اکرم این بود که کسی از دنیا میرفت برایش نماز میخوندن. بله. اگه میدیدن رسول الله 5 تکبیر گفت میفهمیدن این هم مسلمان هم مؤمن. اما اگه شخص مسلمان بود، یعنی احکام اسلام جاری میشد، گرچه در قیامت جهنم هم میره چون مسلمان باقی، ولی احکام اسلام جاری میشه. ولی مؤمن نبود، در حکم ایمان رسول الله به ظاهر هم به باطن 4 تکبیر میگفتن. یعنی یکی از تکبیرها کم میشد. کدوم تکبیر؟ اون تکبیری که برای میت دعا میشد، چون تکبیر اول که دقیقه تکبیر الله هست و عظمت خداست، تکبیر دوم شهادت به رسول الله و انبیاس، و تکبیر سوم مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات، و تکبیر چهارم دعایی برای خود این میت یا میت است دیگه، درسته؟ بله. و تکبیر آخر هم که تمام میشد. وقتی که اون میشد 4 تکبیر، یک تکبیری که توش براش دعا نمیکنن، یعنی 4 تا تکبیر میشد، 5 یک تکبیری که دعا برای مؤمن گفته نمیشد، شخص مرده بود همه میفهمیدن این مسلمان بوده، مؤمن نبوده. مؤمن نبوده. سیر اول پیامبری بود. یعنی احکام اسلام جاری که احکام میدونن این مؤمن نیست، احکام ایمان جاری نیست، بهش دعا نمیکردن. خود حذیفه هم که وقتی بس. اون عده‌ای که میخواستن رسول اکرم رو ترور کنن دید، بعد خودم بالاخره درس خونده پیش رسول الله بود، بعد احکام اسلام بر اینا بار میکرد چون ابراز نکرد، صاحب سر و رسول الله فرمودن که ابراز نکن. ولی وقتی کسی میمرد حذیفه به نماز او شرکت نمیکرد، میفهمند اون که منافق بود دیگه، اینجا به احکام اسلام ظاهر عمل نمیکرد. به باطن پرسی چند بار از حذیفه که اگه من بمیرم سر حاضر میشی یا نه، میخواست ببینه واقعا. پرسی چند بار که شرکت میکنی یا نه، الله. یا بعضی هم که فوت کردن، طرف میگه که من رفتم دیدم حذیفه تو مسجد، همه دارن نماز میت توی قبرستان، ایشون تعقیبات چه ادامه داد، من مشغول بهانه میورد نمیرفت. میفهمیدن که این درست نیست. این سیر اولیه رسول الله بوده ها، که نماز میخوندند و عرضم به حضورتون، ولی به هر حال تکبیرش یکی کم میشه. اون تکبیری که برش باید دعا کن، برش دعا نمیکردن. نشون میدنه که دعا برای غیر مؤمن جایز نمیشه، نیست. و اینم مؤمن نبوده، این مسلم بوده. یعنی اینجا دیگه احکام ظاهر باطن فرق جدا میشه. بعد دستور بعدی که آیه از سوی پروردگار اومد که لا تقوم علی قبره، و آیاتی که آمد، دستور بعدی این شد که اگر ولو مسلمان حکمن، ولی میدانی یا بروز کرده، یعنی اونقدر کارهای انجام داده که مشخص این ایمان نداره، ولی تصریح نمی کن، یا هم علم غیب، فرق نمی کن، دیگه اصلا برای این نمازم نخون، کنار قبرشون هم به احترام نیست. دستور بعدی این آمد. اون دستور اول بود، این دستور دوم بود. یعنی می‌بینیم که بازم رسول الله به این افراد دیگه کنار قبرشون نمی‌رفتن، و تشییع جنازه‌شون اگه لازم بود می‌رفتن، ولی برشون نماز نمی‌خوندن و کنار قبرشون هم نمی‌ایستادن، چون رسول اکرم سیره‌شون این بود برای اینکه احترام به میت باشه، اگه میت قابل احترام بود، و به فامیلش وای می‌ایستادن کنار قبر او، برای او دعا می‌کردن. این خیلی برای مردم خوشایند بود و باعث شادیشون رسول الله و سکن بود، یعنی آرامشی بود که دیگه لا تقوم علی قبره دیگه آمد و حق ندارین حتی که قبرشون بیستید که دیگه مشخص بود. و این که اینا کسان نبودن که از اسلام خارج، که از اسلام خارج مرتد بود میکشتن، یعنی حکم اسلام درشون بود، ولی مؤمن در اسلام ایمان به ظاهر بود، ولی در ایمانشون رسول الله به باطن ایمان فی قلوبهم. حتی موردی داشتیم که رسول اکرم در تشییع جنازه یکی از اینها که مشخص بود منافقه، پسرش مؤمن بود، شرکت کرد. پسرش اسم عبدالله بود، پسر خوبی بود. حتی یه بار به رسول اکرم خودش پیشنهاد کرد که این پدر ما اظهار اسلام میکنه، ولی خب تو خونه حرفایی بالاخره مشخصه این رفتاراش چیز رو قبول نه. من او رو بکشم، رسول الله فهمه نه این کار رو نکن مثلا پدر. ولی وقتی که این شخص مرد، این پسر مؤمن بود، رسول اکرم تو تشییع جنازه اون مرد منافق شرکت کردن به خاطر پسرش. پسر. و عمر ابن خطاب اعتراض کرد، اعتراض که مگه نباید شرکت کنید، آیه داره. به رسول الله توجه نکرد، جوابش نده. باز اعتراض دوم، حتی لباس رسول الله کشید. باز مرتبه است رسول الله خشمگین شدن و فرمودن که من در تشییع جنازه شرکت کردم به احترام پسرش، یعنی اینا رو باید در نظر.
پسر بیرخ پدرش بوده الان، ولی من برش نماز نخوندم، کنار قبرشم نایستادم. اینا رو یعنی چقدر اخلاق رعایت میشد به خاطر پسرش مؤمن هست. و اونم خشم پیامبر رو دید و اینجا که کتاب خودش هم نوشته گفت پناه میبرم به خدا و پناه میبرم از اینکه خشم خدا و رسول الله رو برای خودم بگیرم. یعنی معلومه خیلی پیامبر رو ناراحت اذیت کرد. بله. اذیت کرد پیامبر رو. اینا ملاحظه کنن بد نیست. نظام اینیم که کلیتی میخواستم بگم که احکام اسلام با احکام ایمان در بعض جا که مشترک معلوم، ولی در جاهایی هستش که متفاوته. و اگر ما احکام ایمان رو بلد نباشیم، جایی که مختص ایمانه، جاری کنیم به جایی که اسلام دین عوض میشه، الله کم کم عمر صد میشه برادرتون، پناه بر. یعنی دین عوض میشه، یعنی کلن دین رو عوض میکنیم و مردم رو دعوت به دوستی و همراهی و یاری و دیدار از روی میل، حتی میگه ببوس، خودشون هم میبوسن خیلی محکم. اصلا یعنی بعضی از خودیار اینقدر نمیبوسن، اینقدر بوسه میکنن. این نشون میده که معیارها رو یا بلد نیستن یا بلدن میخوان عوض کنن. خلاصه چیز خوبی نیست. یعنی نشون میده که چون قلبها رو مریض میکنه. لذا اینو من به عنوان مقدمه عرض کردم. نمیدونم چقدر زمان داریم. اگر از اتاق فهم من اطلاع بدن که چقدر تا پایان برنامه فرصت داریم ممنون میشم. بله ظاهرا 4 دقیقه تا پایان برنامه هنوز فرصت داریم. و باز تاکید میکنم نکته که اشاره فرمودید، همونطور که عرض کردم، آفاق و درهای بسیاری رو در رفتار اهل بیت با اصحاب یا با اطرافیانشون برای ما باز میکنه که اگر با دقت نظر به این مسئله نگاه بکنیم خیلی از مسئله ها برامون خیلی حالا ان شاء الله عزیزان پیگیر باشن تو این شب ها اذن خدا بتونیم صحبت کنیم. بعد خواهند دید که ما خیلی از کارمون ایراد داره. فرض کن یک پدری 4-5 تا فرزند داره، بعد میبینیم این پدر مادر همون فرزندی که همشون هم در حد ایمان هستن ها، یعنی ولی چون گفتیم زیارت از روی میل هست و بر اساس اون میل در واقع ثواب داده میشه و اغلا پایشونه، چیزای دیگه هم اضافه میشه. گاهی اوقات میبینیم مثلا همون فرزندش که ایمانش ضعیف داره بیشتر دوست دارد تا اون فرزندی که ایمانش قوی‌تره. بعد می‌بینیم ایمان خودش صدمه می‌خوره. الله تأثیر مستقیم می‌ذاره بر ایمان خودش. بعد ولایتش نسبت به اهل بیت کم میشه اینقدر. حتی دو تا مؤمن چه به دیدار هم برن چه نرن، چه بشناسن هم رو چه نشناسن، چون ولایت اهل بیت دارن، چون ایمان ولایت اهل بیت دارن، باید همدیگر رو دوست داشته باشه. ولو اون شخص متولد هم نشده باشه، ولو متولد مثلا آینده ها متولد میدونم یک شخصی، یعنی ما از الان معذبیم که مؤمنین آینده ها هم دوست داشته باشه. ولو گناهکار باشه، گناهش ناراحتیم خودشو، چون در دلش ولایت اهل بیت دوست، لذا باید ما مجبوریم از نظر شریعت. حالا آقا ما در این فاصله خیلی خیلی کوتاه تا پایان برنامه مونده، اگر کسی کسی رو فقط و فقط و فقط به خاطر ولایت اهل بیت دوست داشته باشه، یعنی اصلا دلیل نزدیک شدن او به اون شخص فقط این کماله، نه طرف رو نمیشناسه نه هیچی، ولی این کماله، این کماله و باید به اینجا برسیم. و چیزهای دیگه اگر باشه باید در شعاعی او قرار بگیره، نه در کنارش، و الا مشکل پیدا میکنه. این خیلی کماله. و نمونه هایی هم خدا گذاشته که ما یاد بگیریم ها، هر چی دیگه نمونه ای داره بح. چون وقتمون، من یک مثال میذارم بعد انشاءالله در جلسه بریم. مثلا مادری که کانون محبت دیگه، مادر فرزندش رو خیلی دوست داره، در دنیا غالبا چنینه، حالا یک مادری باشه این چنین نباشه اون مهم نیست، غالبا در دنیا چنین. بعد میبینی فرزندش از دنیا رفته بح. بعد میره کنار قبر فرزندش، میگه برای چی میره؟ میگه رو علاقه. میگیم حاجت میده؟ میگه نه بچه من حاجت نمیده. چیزی گیرت میانه؟ میگه ثواب داره. اصلا ثوابش هم داره، این اطلاع نداره. اینا رو اگر باشم براش، اون چیزی که او رو دائی میشه که حرکت میکنه علاقه است. علاقه است بله. زیارت واقعی اینه که تمام دائی علاقه باشه. میشه دیگه زیارت خالص. خالص. لذا این سوال برای رفاهمون کنه ایجاد کنه، خب من میرم حاجتم میخوام چه میشه؟ عیب نداره. حاجتم بخواید همه چی. ولی همه اینها باید در شعای محبت باشه، محبت. در کنار محبت قرار نگیره که ان شاء الله جلسات بعد توضیح. خیلی ممنونم، متشکرم حاجی فاضل، بسیار بسیار استفاده کردیم.
بحث رو به صورت موشکافانه و دقیق وارد شدیم، از ابعاد مختلف نگاه کردیم. نکته که اشاره فرمودید نکته بسیار ظریف و مهمی بود. جا داره از شما تشکر بکنم و انشاءالله ادامه این بحث رو که فرمودید ان شاءالله فردا پروردگار می‌کنیم. بینندگان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، از شما سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه سرزمین عشق همراه بودید. امیدوارم آنچه که بیان شد و به سمع و نظر شما رسید مورد توجهتون قرار گرفته باشه و نکته های لازم رو از اون استفاده و استخراج کرده باشید. تا دیدار بعد همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و بنان میسپارم. التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان،